بسم الله الرحمن الرحیم. درس چهارم تجوید. در درس سوم تجوید ما راجع به حروف حلقی صحبت کردیم که حروفی که از حلق خارج میشه و مخرج حلق است یا کنترل میشه توسط حلق. او گفتیم که 6 حروف است از جمله 29 حروف عربی. شش حروفش حروف حلقی است. حال ما میاییم بالای زبان یا در عربی که به نام لسان یاد میکنن. موقعیت لسان که است 10 مخرج داره و 18 حروف از این تشکیل میشه. زبان یا لسان یکی از بزرگترین تشکیل دهنده مخارج حروف است که ما باید ایره درست بفهمیم که چی رقم صدا تشکیل میشه. اول سوال دمی است که می صدا که ما میگیم یا آواز که میگیم یا در انگلیسی وایس میگن، وایس چی رقم تشکیل میشه؟ صدا خب می فهمیم که از حنجره می. صدا از حنجره به واسطه هوا که ما در شش داریم، به واسطه هوا و موضع مخارج که ما قبلا گفتیم که عبارت از حلق است و زبان است و لب است و جوف دهن است و بینی است، این تشکیل میشه. یعنی در تشکیل صدا 3 چیز بسیار مهم است: هوا از شش، حنجره تارای صوتی داره و موضع مخارج که عبارت از حلق و زبان و لب و جوف دهن و بینی است. بهترین مثال از این توله است. توله را اگر شما متوجه باشین، نوک توله را ما پف میکنیم، سوراخ‌هایی که در بالای توله است که توسط انگشتان کنترل میشه، ای اونمو مواضع صداست که مخارج تشکیل میده و خودی صدا از اشپلاق توله که حنجره توله از خارج میشه. پس اگر ما اینمی توله را مثال داده و حنجره و هوایی که از شش از وجود ما میایه و مخارج موضع مخارج که عبارت از حلق و زبان و لب و جوف و دهن و بینی است، یا را ما مشابهت بتیم، میبینیم که حنجره در وسط قرار داره، پایین حنجره هوا از شش میه و هوا در حقیقت پف میشه در حنجره، در مابین حنجره تارهای صوتی است که شور میخوره و امی موضع مخارج که است، امی زبان ما ایسو اسو شور میخوره یا لب ما شور میخوره یا صدا از بینی میه یا صدا از جوف دهن، اینمی موضع ها که است باعث از این میشه که تارای صوتی را صدایش تغییر بده و باعث تشکیل صدا شد. قبلا ما راجع به حلق گفتیم که حلق 3 قسمت داشت: قسمت اقصا یا پایانی، قسمت وسط و قسمت بالایی یا ادنا، که حروف 6 حرف از اونجا مخرج داشت. امی حلقم که است از حنجره بالاتر است که هوا از شش داخل که میشه به حنجره، بعد از اولین کنترل جای کنترل اینمی حلق است و ما حروف حلقی را شرح کردیم. حالا میریم بالای حروفی که توسط زبان کنترل میشه یا مخرج داره. زبان باید اول ما بفهمیم که زبان کدام قسمت ها داره و در بین دهن دندان هاست. زبان و دندان ها هر دوی از این مشترکن کار میکنه که هر کدام از خود نام ها داره و ما باید ایره بشناسیم که تنها زبان که میگیم یک توته گوشت نیست، او هر قسمت از این نام داره و دندان هم که هست هر دندان از خود نام داره. و وقتی که ما حروف
میگیم که مخرجش از اینجا باشه یا از اونجا باشه، واضح میگیم که کدام قسمت زبان و کدام قسمت دندان با هم تماس کنه که صدا از حنجره به صورت درستش خارج شه. خب زبان که هست از پنج قسمت تشکیل شده، که اولش به نام نوک زبان یا در عربی به نام رأس لسان میگن، دوم قسمتش سر زبان، یعنی که در عربی به نام طرف لسان میگن، یعنی قسمت اول زبان ایره سر زبان میگن، و وسط زبان که وسط زبان در عربی هم وسط زبان میگن، و آخر زبان که اقصى لسان میگن، آخر زبان، و چارگرد زبان به نام ما به نام کنار زبان میگیم که در عربی به نام حافت اللسان میگن. یعنی پنج قسمت است یا پنج نام داره: نوک زبان، سر زبان، وسط زبان، آخر زبان و کنار زبان. دندان ها همچنان از خود نام داره. ما اگر یک انسان 32 دندان داره، 16 تا پایین 16 تا بالا، اگر ما یک خط رسم کنیم و وسط دندان خود ببینیم، ایسون هم 8 دانه، طرف چپ هم 8 دانه داریم، طرف راست هم 8 دانه داریم. ما باید این 8 دانه را بشناسیم که این 8 دانه چی نام داره. دندان پیشروی ما که دندان پیشروی است، ایره در عربی به نام ثنایا میگن، یک دندان است. پالیش دندان جانبی یاد میشه که ایره به نام دندان روایات میگن، و پالیش دندانی که تیز است که ما به نام نیش دندان میگیم، ایره انیاب میگن. هر کدام از این یک یک دانه است، یک یک یک، توی سه دندان شد. دندان آسیاب کوچک که به نام دواحک میگن، یک دندان است، ای چهار دندان. و آسیاب بزرگ که ای سه دندان است و ایره در عربی میگن ادراس، سه دندان است، که ای دندان است که نان توته میکنه. و آخرین دندان ما که است، دندان ما به نام عقل دندان میگیم، که ایره به نام نواجد میگن. یعنی مجموعا اگه دندان ها را که آلیمه بر شما گفتم، مجموعا که حساب کنین 8 دندان میشه. 8 طرف چپ داریم، 8 طرف راست داریم، 8 طرف بالا چپ، 8 طرف بالا راست، مجموعا 32 دندان. پس دندان ها را باز دوباره تکرار میکنم: یک دندان به نام دندان پیشرو، یک دندان به نام دندان جانبی، یک دندان به نام نیش دندان، یک دندان به نام دندان آسیاب کوچک، سه دندان آسیاب بزرگ، و یک دندانم دندان عقل دندان که مجموعاً 8 دندان میشه. در درس چهارم تجوید ما همینقدر اکتفا میکنیم. در درس پنجم تجوید باز بالای خود شکل زبان و شکل دندان ها و مخارج حروف که از زبان و دندان تشکیل میشه بحث میکنیم.